خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدانی که با اجازه الله دزدی میکنن، دزدانی که هر شب میرن اون طبقه هشتم نهم، نمیدونم طبقات هم عوض میکنن، ولی میرن اونجاها اجازه میگیرن که بیان دزدی کنن، خانم فروشی کنن، سر شما کلاه بذارن، دروغ بگن. اسمش هست حکومت دینی، ولی در واقع اسمش هست حکومت دزدان دینی. اینها به راهنمایی اسلام نو به محمدی یاد گرفتن چجوری دزدی اسلامی بکنن. نتیجتا صبح تا شب به خودشون دروغ میگن، به شماها دروغ میگن، همه کارهایی که میکنن خودشون میدونن که مزخرف میگن. اخیرا یارو مرتیکه اینجوریه، علی شیره‌ای گفته که بیاین برین بیروت اسم نویسی بکنین، کجا اون غزه، برین خودتون رو بکشین. نمیدونم اگر هنوز دوران 30 سال قبل باشه که مردم بچه هاشون رو فرستادن رومین، حالا میرن خودشون رو همون کار میکنن. ولی خامنه ای خودش نمیخواد شهید بشه، آقا مجتباش هم نمیخواد شهید بشه، بچه هیچ آخوند پفیوزی هم قرار نیست شهید بشه، قرار بچه های مردم شهید بشن، نوش جونشون، سزاشون همینه. کسی که نمیفهمه و میخواد بره شهید بشه سزاش همینه. یه خانمی از شمال کالیفرنیا خودشو میزنه به نفهمی، به من میگه که برو همه جا رو نگاه کن ببین دارن بچه ها رو تو غزه میکشن، من میبینم، ولی من با خردم میگم چرا اینا به بچه ها تیراندازی میکنن. بعد میرم میبینم اینا توی مسجد، توی مدرسه بچه ها دستگاه گذاشتن، راکت پرت میکنن. اون دستگاهی هم که اینو ردیابی میکنه که نمیدونه اینجا مدرسه است میزنه. پس بنابراین کی داره بچه میکشه؟ مسلمون های دروغگو یا اسرائیلیا؟ من نه میخوام سر به تن مسلمون ها باشه نه اسرائیلیا، به من مربوطی نیست، مملکت خودم به تنم به من مربوطه. نه اسرائیل به من کمک میکنه نه غزه. تو اگه از عربا خوشت میاد شمال کالیفرنیا چی کار میکنی؟ پشت برو غزه. لابد عربا یه چیزی دارن که تو خوشت میاد، پشت برو اونجا. بچه ها رو میکشن، مگه من کورم؟ مگه من نمیبینم؟ ولی من میرم ببینم چرا بچه ها رو میکشن. تو هرچی اون یارو عمامه به سر پفیوزی که شماها تونستین پول بدوزین بردارین بیارین گفته، دنبال حرف اون میری، خودتو به خریت میزنی. اونم به من مربوط نیست، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. یکی دیگه از این جانوران که دزدی کرده فعلا اومده اطراف واشنگتن زندگی میکنه، زنی که معلومه تازه اومده، برای اینکه هم فحش داده هم تلفنش قایم نکرده. ابرو میخوام تلفنشو بدم به شماها، یه کاغذ مداد داشته باشین، هر کی بیکاره یه احوال پرسی ازش بکنه، چون فحش دادن دوست داره. از این دزداست که تازه اومده، من هر کدومشون گیرم بیفته دک و پوزشون میزنم.
حالا یاد میگیره که دفعه دیگه خواست فوش بده تلفنشو مثل اونای دیگه که فوش میدن مثل سگ میترسن ببنده. به هر تقدیر این دزدان واسه خودشون قاضی دارن، پلیس دارن، دادگاه دارن، رهبر دارن، رئیس جمهور دارن، دولت دارن، طویله دارن که خودشون بهش میگن مجلس، ولی همه در یک چیزی مشترکن، اون دزدی با اجازه الله هوایی. اضافه پولایی که از شماها میخوان واسه الله زیرزمینیه. این دزدیا رو با اجازه الله رو آسمونی میکنن، یه اجازه هم دارن اللهی که هفت طبقه زیر زمینه. صبح به صبح میرن تای چا صبحونهشونو میخورن میان بیرون میگن پیش الله زیر زمینی بودیم، اسمش امام زمونه، اینم کاغذش. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خوشحال باشید تعدادشون زیاده. هیچ هم نیستش که نمیفهمن این کار رو میکنن، فهمیده این کار رو میکنن. ذاتشون خیانتکار، ذاتشون دزده. میرن نوکر دزدا میشن که بتونن بدزدن. زن، مرد، اگر اون حکومت جای خوبیه تو امریکا چی کار میکنی؟ همین جوری که به خامنه ای میگم اگه شهید شدن خوبه پاشو برو خود شهید بشو، تو هم پاشو برو اونجا به فرمان خامنه ای شهید بشو. تو امریکا چه غلطی میکنی؟ میلاد شعری برام فرستاده، میگه دوش گفتم ربنا دنیا شده بازار دزد، ماه دزد و زهره دزد و چرخ بدکردار دزد. وارد میخانه گشتم تا صبوحی پر کنم، می تهی شد چون بدیدم ساقی خمار دزد. رند را گفتم تو را با وعظ میباید سخن، گفت این کردار میباشد ولی کردار دزد. داروی فرزند خود را صبحتم دادم به او، شامگاهان دیدمش آن شیشه بیمار دزد. درزی پیراهنم را گفتمش کو آستین، درزی یعنی خیاط، گفت قیچی دزد و چرخم دزد و صاحبکار دزد. درب خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفتم هم این عرب و هم تیشه و نجار دزد. نگفتم، گفت. درب خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفت هم این عرب و هم تیشه و نجار دزد. بسته سیگار پر را چون نهادم بر زمین، دیدم اون فرزند نورس هم شده سیگار دزد. سنگ قبر مشتقی را چون نهادم در لحد، دیدمش حکاک و نقاش و همان حجار دزد. میخ خر را در زمین کوبیدم و چون آمدم، دیدم اون نادان احمق هم شده افسار دزد. پول خورد جیب من دیشب نمیدانم چه شد، بیگمان کدبانوی کاشانه یا شلوار دزد. نان دیروزی نکردم سیر، گفتم شان، گفتم شات را. نان دیروزی نکردم سیر، گفتم شات را، گفت آخر این تنور و سیخ و این تاغار دزد. حاجی از بالای عینک می رو باید مشتری، چشم و گوش و دست دزد و چشم و گوش و دست دزد و عینک تجار دزد. مش حسن را دوش پرسیدم به کی گویم سخن، گفت قاضی و من و آن شحنه و سرکار دزد. قصد کردم تا نویسم چند بیت شعر ناب، دیدم این دست و کتاب و جوهر و خودکار دزد. چه
شعر پرتوانی نیست ولی همه رو به دوز چسبونده و دستش درد نکنه. میلاد، میلاد پرسیده آیا میلاد ریشه ایرانی داره، اسم ایرانیه، در تنها جایی که ازش میبینیم همون گرگین میلاده که خودت گفتی، ولی ریشه لغت میلاد سوریانیه. خیلی این چیزا قرقاتی شده با هم دیگه که ما امروز تفکی کردنش از هم آسون نیست. چند تا اسمم از من خواستی، نمیدونم اسم پسر خواستی یا دختر، باید بگی چه جور اسمی میخوای که منم همون کار برات بکنم. ولی شعری برای محرم، امروز جمعه است، در واقع روزی است که میدونید از اول ژانویه تا حالا کسی کتاب نخریده، کتاب خونه تعطیل بوده. با شما ها نمیدونم چیکار کنم. دوستان، کسانی که نمیتونستند برنامه ها رو دانلود بکنن الان میتونن برن روی رضافاضلی.net، رضافاضلی.net، اونجا تمام برنامه هایی که الان هست همینجور زیاد خواهد شد، میتونن دانلود بکنن برای خودشون و تکثیر بکنن، هر کاری میخوام بکنن. من هر چی باید بکنم میکنم. توی این زمانهایی که هر ماه پول کم میارم، باز هم خودم رو متعهد کردم و از جیبم پول گذاشتم. برای چی؟ برای اینکه تا اونجا که ممکنه این حرف ها به گوش دوستان برسه، این حرف ها بمونه، این حرف ها با آیندگان منتقل بشه. من چون هدفی غیر از این ندارم، اینی که کارهای دیگه نمیتونم بکنم. یه دوستی گفت این همه شما نوار داری، بعد حدود 2000-3000 ساعت دارم، گفت اینا رو اعلام کن بفروش. خب من اگر بخوام برنامه‌مو بذارم روی فروش، اون وقت دیگه حرفامو کجا بزنم؟ یک. دو، برای ستاب کردن این کارها باید 5,000-6,000 دلار تا 10,000 دلار خرج کنم، باید یک کارمند بگیرم، یک حقوق براش بذارم. اگه همه این کارها رو بخوام بکنم، اون وقت دیگه به این حرفایی که من با شما دارم میزنم نمیرسم. قربونت برم، من راه کاسبی رو بلدم. اگه بخوام کاسبی کنم، من دنبال کاسبی نیومدم. ولی هر کدومتون نوار بخواید، در حد خودم میتونم. الان یک دوستی از شمال کالیفرنیا 200 دلار برای من فرستاد، گفت که هر چند تا میتونی از نوارهای خودت کپی کن برای من بفرست، از سخنرانیات. حدود 20 سخنرانی براش فرستادم. گفتم هر کاری از دستم برمیاد میکنم، ولی شما اگر کمکم نکنید میبرم یه جا. الان دو تا وبسایت، یکی رضافاضلی.com، یکی رضافاضلی.net، اینا خرج داره. تلویزیون ساعتی که من اجاره کردم خرج داره. من برای خودم چیزی نمیخوام. من برای کاسبی اگه اومدم، همونی که اون خانم میگفت، چند هزار ساعت برنامه دارم، میرفتم اینا رو تکثیر میکردم و میفروختم. خیلی خیلی کار ساده ایم هست. هر روزم سر ساعت نباید بیام با شما سر کله بزنم. ولی من به دنبال اون کار نیستم، به دنبال کار دیگه ای هستم. من به دنبال کار امروز نیستم، به دنبال کار فردا هستم. این بانویی که تازه از ایران فرار کرده و اومده و به بنده فوش داده و گفتم در نواحی واشنگتنه، تلفنش هست 201 اریا کد 210 80 18، 201 210 80 18.
یه احوالی ازش بپرسید خوشحال میشه. نصیحت: در ماه محرم سفری کن، عیش و طرب بی خطری کن. رو در قم و کربلا و مشهد، یعنی جاهای زیارتی، برو. با وسوسه وقتی سپری کن. اول غمه زن به کله خیش، با بی خردان سینه زنی کن. کن در صحن حرم نقشه خود را با زاهد چی بخونم اینو؟ اینا که واسطه زن میشن، زن به تو میفروشن، اسمشون چیه؟ همون با واسطه، با زاهد واسطه اون کار را عملی کن. کن صیغه یک روزه و خود را همبستر زینب ددری کن. با همت و ابتکار اسلام، با فاحشه ها خاک تو سری کن. با دزدی و مکر و قتل و غارت، دین را مدد پرثمری کن. نارنجک و خنجری به دستار، آدم کشی معتبری کن. با وعده 72 حوری هر جنایتی را عملی کن. با خوردن شربت شهادت، زین دین تو رفع خطری کن. یا بحر نجات ملک ایران، شیرین عمل چون عسلی کن. تف کن تو بر این دین دروغین، وصلت به مرام دگری کن. نه دین دگری یا مرام دگری. شو تابع دین گبر و زرتوش، یا سجده به گاوی و خری کن. یا راهی سرزمین چین شو، بر مذهب بودا نظری کن. لیکن ز مسلمانی بشو دور، زین امت وحشی حذری کن. سه خط شعر داره، یک و دو و سه و چهار تا، خیلی فوشخوار مادریه، اونا رو نمیخونم دیگه. دشنام ده این گروه جلاد، با لعن سباب دیگری کن. این پند تو بشنو از منوچه، زین دوزخیان خودت بری کن. راه تو با اینا عوض بکن. در مورد اینکه شما، دیروز گفتم این دوتا مطلب رو میگم و میرم سراغ برنامه روز جمعه که معمولا کتاب فروشیه و زیادم وقت نداریم. من چونم که گرم میشم جور حرف میزنم. لغت شعار و شعور، ما مردم گرفتار اینیم که هر کی شعار داد دنبالش را بیفتیم. فرق نمیکنه چه شماها که تو ایرانین، چه گروه ایرانی که در خارج هستن، ما تابع احساسمونیم. ما هیچ وقت نمیایم ببینیم دعوا رو کی شروع کرد. اینجا وقتی شما رو میبرن دادگاه برای یه دعوا، میپرسه دعوا رو کی شروع کرد. ما هم چیزی نمیگیم، ما وسط دعوا میرسیم و شروع میکنیم قضاوت خودمونو کردن. ما با گوشمون قضاوت میکنیم، ما با چشممون قضاوت میکنیم، ما مغزمون رو به کار نمیگیریم. ما وقتی از یه چیزی خوشمون میاد، از کسی دیگه مثال نمیزنم، از خودم مثال میزنم. آقا خانم، شما از حرفای من خوشت میاد، از فردا شروع میکنی به تبلیغ کردن. آیا اگر یه نفر ازت بپرسه چی این آدم خوشایند توه، تو میتونی بهش جواب بدی که از چه چیزی خوشت اومده؟ آیا دل تو من خالی کردم؟ آیا فوشایی که تو میخواستی به آخوند بدی نتونستی بدی، من دادم، تو خیال تو فکر کردی من آدم خوبیم؟ آیا اومدی سابقه منو بررسی کنی، بگی این آدمی که
این کار رو داره میکنه، برم ببینم چقدر دزدی کرده تا حالا. بری بگی اینا کجا نون میاره بخوره، بری بگی این چرا این کار رو میکنه. بری بگی چرا این عکس اعلی حضرت گذاشته اینجا. بری بگی این چرا عکس مصدق گذاشته اینجا. هیچ دنبال این حرفا بودی؟ فکر کردی؟ نه. نتیجتاً کاری که من دارم برای تو میکنم از بین رفته، چون من بارها و بارها و بارها و بارها به شما گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. باز فردا یکی تلفن میکنه، آقا این آقا چی میگه، من اینقدر براش پول فرستادم، چرا من باید به شما بگم، چرا خودت نمیری پیدا کنی، چرا از 4 فامیلت نمیپرسی، چرا نمیری از کسانی که دارن رضا فاضلی رو نگاه میکنن بپرسی بگی بابا این کلا شما رو برداشته یا نه. این دروغ میگه یا راست میگه؟ چرا نتیجه کار آدم ها رو نمیبینی؟ من اگر بیام روی ایر بشینم به شما بگم مردم باید بیاین جمع بشین ما پیاده بریم ماه، همه نیششون وا میشه. کسی فکر نمیکنه ما چجوری پیاده بریم ماه، چون از کسی نمیخوام مسئله بزنم، اینو برای خودتون دارم میگم. با 4 حرف قشنگ سرتون گول نخوره، با 4 مثل و تمثال و این حرفا گفتن. من امروز ممکنه بیام حرفایی بزنم که شما خوشتون بیاد، ولی من مأموری باشم که این کارا رو کردم که بعد سر شما کلا بذارم. ببینید حکومت دینی در ایران هر کیو میخواست بفرسه بیرون اول زندانش میکرد، برایش سر صدا را مینداخت، بعد میفرستادش بیرون. نمونه های این کارا رو خیلی راحت براتون بگم. تهمینه میلانی یادتونه؟ گرفتن زندانش کردن، 15 روز بعد خودش و شوهرش تو فستیوال نیویورک بودن. این دانشجوهای قد و نیم قد که همشون از تای زندان با آقای مهری حرف می زدن، به این صورت براتون میگم. هر کسی یه حکومت دینی میخواد معروف کنه، حتی تا خود کاخ سفید هم میبره معروف میکنه، آدم داره که برن به مشاور کاخ سفید بگن مثلا از اکبر گنجی حمایت کن. اکبر گنجی 70 روز هیچی نخورده. مسعود کیمیایی اومده بود به کانادا، میخواست من بکشه به کوبا، اصرارم میکرد من امریکا نمیتونم بیام، میخوام یه فیلم تو کوبا بسازم، تو بیا کوبا منم میام کوبا. همون زمان در ایران یک دادگاهی حکم داد، حکم زندانی مسعود کیمیایی رو، که بنده قبول کنم که ایشون رو حکومت دنبالشه، ایشون اطلاعاتی نیست، منم نمیخواد ببره کوبا بفروشه، من همچی فکری نباید بکنم، من نرفتم کوبا، گفتم اونجا جا لاتاس، خودت برو. نه فیلمی تو کوبا ساخته شد، نه مسعود کیمیایی رو گرفتن. ببینید اینا سر تا پاشون حقه و حرومزادگیه. مسعود بهنود رو وقتی میخواستن بفرستن
اختیار بی بی سی فارسی رو بگیره دستش، زندانش کردن اول. مردم به همه چیز شک بیارید، اولیش به من، حالا پس فردا میخواییم بریم به خاتمی رای بدیم، بریم بدیم به انتری نجات، میخواییم بدیم بریم، به من فرقی نمی کنه. زندگی شماست، فردای شماست. آخوند آخونده، آخوند دزده، آخوند دروغگوه، آخوند کلاهبرداره، آخوند زالوه، آخوند حقبازه، میخواد آخوند جزغاله توی اون چیز باشه، مال فیضیه، میخواد آیت الله باشه، میخواد آخوندی باشه که فکل کراوات زده. آخوند فکل کراواتی زیاد داریم ما، همشون هم شکر الله اونا رو، همشون دکتر هم هستن. این آخوند بده، اون آخوند خوبه. دروغ میگه، همه آخوندا بدن. منتظری بدترینشه. گول نخورید. همه یه حرف من، همه یه حرکتم فقط برای اینه که این گول رو دوباره و سه باره و ده باره و بیست باره نخورید. اگرم میخواید بخورید خودتون میدونید. برید بخورید. شعار و شعور، اینو تو کلتون بکنید. شعار و شعور. راجع به زورگویی دین اسلام که دیروز صحبت کردم، زورگویی مال هر دینیه. هر دینی زور میگه. دین یه کتاب داره، میگه که این تو آسمون چاپ شده افتاده پایین و تو باید هرچی این تو میگه بگی با. تو حق فکر کردن نداری، تو حق فهمیدن نداری، تو مقلدی، تو میمونی، تو باید ببینی یارو چه غلطی میکنه، مردی که انگشتشو تا کجا به خودش فرو میکنه، تو هم تقلید اونو بکنی. این یکی دیگه، هنوز یه دین به من تلفن میکنن، آقا من میخواستم با تو رو ایر صحبت کنم، تو نبودی. من رو ایری ندارم. آقا تازه اومدی، 28 سال غایب بودی. من توی زندگیم رو ایر با کسی صحبت نکردم و نمی کنم و نخواهم کرد. حرفی داری؟ اگر نمی ترسی شماره تلفنتو بذار، من بهت تلفن میکنم، هر درد دلی داری بکن. اگر قابل مطرح کردن رو ایر باشه حتما میگم، ولی من پول ایر نمیدم تو بیای تبلیغ دین اسلام بکنی. اونای دیگه میکنن، بسیار کار خوبی میکنن، اونا آدم های باشعوری هن. من ندارم شعور. این شماره که براتون خوندم 201-210-818، یه تلفن بکنین حالشو بپرسین. این کتابی که من خیلی با شما سر کله زدم برای خوندنش، داستانها و قصص قرآنه. در کتابی که اسمش توراته، قصه هایی نوشته شده. راست و دروغشو من کاری باهاش ندارم. این قصه ها در تورات نوشته شده و این تورات باعث شده که دو تا دین دیگه بعد از یهودیت بچه بزاد، مثل اسلام که یه بچه زایده اسمش شیعه اثناعشریه، یهودیت هم یه بچه زایده اسمش مسیحیته، یه بچه هم زایده اسمش اسلامه. این اسلام یک کتابی داره به نام قرآن. 70% محتوای قرآن قصص قرآنه.
هر قرآن دونی، هر قرآن فهمی خلاف این نظر رو داره ثابت کنه. این قصه ها از قصه هایی که توی تورات بوده برداشته شده، بعضی هاش درست این همون و بعضی هاش با دستکاری مختصری که شعور عربی بوده در قرآن اومده. این کتاب اینا رو برای شماها مشخص میکنه، داستانها و قصص قرآن به شما میگه توی تورات اینو نوشته، توی قرآن اینو نوشته. در قرآن در سوره های مختلف داستان خلقت آسمان ها و زمین، در سوره اعراف پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، پس به عرش پرداخت، شب را در روز می پوشاند و روز شتابان آن را می طلبد و آفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند، یعنی در تسخیر او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی، آفرینش و فرمان روایی مال الله. خدا آن پروردگان جهانیان به غایت بزرگ است، درهای آسمان در داره، آسمان این ور اون ور اگه نگاه کنیم پر دره، دراش هم بعضیاش با چوبه، بعضیاش با آهن، بعضیاش کرکره‌ایه، بعضیاش ریموت کنترله، در داره. درهای آسمان بر روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آنها سر برتافته اند گشوده نخواهد شد تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و مجرمان را این چنین کیفر می دهیم. سوره اعراف سوره قاف. ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید و رزق شما و هرچه به شما وعده شده در آسمان است. این میدونی چرا میگه هیچ خستگی نرسید؟ تو تورات میگه که بعد از 6 روز یهوه خسته شد رفت استراحت کنه، این میگه نه، الله خسته نمیشه، سوپرمنه. سوره عنکبوت. چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خیش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی میدهد و او شنوا و داناست. اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و آفتاب و ماه را رام کرده است، خواهند گفت خدای یکتا، پس از چه روی عقیدت دیگرگون می کنند؟ اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت، خواهند گفت خدای یکتا، بگو سپاس خدا راست، ولی بیشترینشان نمی فهمند. خدا در 1400 سال پیش در عربستان وقتی که بارون میمده بارون نعمت بوده، برای همین ما امروز به شما به هم دیگه میگیم بارون نعمت خداست. انگلیس وقتی که آدم زندگی میکنه میگه اه چقدر بارون میاد. هر چیزی یه جای قیمتی داره. این آب بی قیمتی که شما میبینید اگر در یک صحرای گم بشید پر قیمت ترین چیز، گرونتر از الماس اون آبه. برای همین در بهشت نهرهای آب صاف در جریانه. سوره اعراف. بگو هرچه در دل دارید چه پنهانش کنید
و چه آشکارش سازید، خدا به آن آگاه است. او هر چرا که در آسمان ها زمین است می داند و بر هر کاری تواناست، جز این که من رو مسلمون یا ارمنی یا یهودی یا هر کدوم اینا بر حق بیافرینه. به این کار توانا نیست، عجز داره. حتما باید پیغمبر پشت پیغمبر بفرسته و همه پیغمبراش هم شکست بخورن. در قرآن از دین یهودی، نصارا، زرتشتی و صابئین نام میبره که اینها دینهای یکتاپرستی هن. ولی چون محمد اشراف و اشراقی به نمیدونم بوداییزم یا شینتو یا انواع اقسام دینهایی که تو خاور دور هست نمیدونسته، اینا رو اسمش هم نشینده بوده، اینی که تو قرآن نمیاد. چون محمد نمیدونه، الله هم نمیدونه. چهار تا دین در دنیا شناخته شده است. زرتشتی که سرمان فارسی گفته، صابئین کسانی هستند بازمانده مانوی ها بودن، و یهودیت و عیسویت که اسلام بچشه. چرا این کتاب رو انتخاب کردم؟ این کتاب رو من چاپ کردم 200 دونه، نه بیشتر. میخوام بهتون بگم ایرانی ها چقدر کتاب خونن. 170 تاشو دارم. یه دست واسه خودتون بزنید. من کتاب های زیادی تو زندگیم سعی کردم بخونم. من عاشق کتاب خوندن هستم. ما ایرونیا از کتاب خوندن بدمون میاد، برای اینکه وقتی مدرسه رفتیم به زور به ما گفتن کتاب بخونید. آدمایی که تو سن سال منن کتک خوردن، دستشون اینجوری میکردن، ترکه میخوردن. کتابو بخون، بیا جواب بده این فرمولا رو. ما از کتاب زده شدیم، ما با کتاب قهریم. تا روزی که با کتاب آشتی نکنیم، خرد ما پرورش پیدا نمی کنه. درود به شرف شما جوانا که برای من می نویسید، با این گرفتاری ها میرید کتاب رو تهیه می کنید و می خونید. اون چیزی که به من قدرت و قوت میده که هر روز بیام اینجا این کار رو بکنم، شما جوونا هستید و شما دوستان همسن و سال خود من که به من تلفن میکنید. من جوابم رو روی 250 حدوداً ایمیل در روز میگیرم. اینی که هر کاری بتونم بکنم میکنم. به من چیزی نمیرسه. من انقدر زنده نمیمونم که بازده این حرفا رو ببینم. ولی این آدم کتابهای نوشت به نام زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ مشعشعیان و تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری و قتل کسروی از ناصر پاکدامن. جونش رو روی این کتابا گذاشت احمد کسروی. نسل من رو نذاشتن احمد کسروی رو بشناسه. هیچ کدوم از کتاب‌های این رو
حق خوندن ما نداشتیم، جزو کتابهای زاله بود. آخوند فرمان روایی میکرد چه کتابی من بخونم چه کتابی نخونم. کسروی جانش رو سر این کار گذاشت. من بدهکار کسروی هستم، من واسطه ی کسروی با شماها هستم، جونم هم کف دستمه، ولی حرف حساب رو باید زد. آدم یه دفعه به دنیا میاد، یه دفعه میمیره، ترسو روزی هزار بار میمیره. کسانی که من انتخاب کردم و کتابهاشو به شما توصیه کردم، دکتر شجاع الدین شفاست، دکتر مسعود انصاریه، احمد کسرویه، هوشنگ معین‌زاده است، آقای مهدی شمشیریه و از نویسندگان دیگر حدود 60 تا 65 تا کتاب. جمع این کتاب ها از 70 تا رد میشه. من سریع براتون میخونم. کتاب هیچی از هوشنگ فرهنگ‌آیین، کتاب انسان خدا را آفرید و انسان خدا را آفرید، علی نماد شیعه‌گری از آل دالفک، ۲۳ سال از علی دشتی، محمد شرح حال و زندگانی. اسم نویسندش هست شمیم و رشدیه یا چیزی شبیه اون. مال و انسان خدا را آفریدم اسم نویسندش هست الف ب. کسانی که خطر میخواستن نکنن اسم خودشون رو نذاشتند. توضیح المسائل اصلی خمینی رو من براتون چاپ کردم که هر کدومتون بخواید ببینید که از مغز پر از پهن خمینی چی تراوش کرده. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا خاطرات شهبانو فرح هم به فارسی هم به انگلیسی، امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی هم فارسی هم انگلیسی، آگاهی های لازم در باره ایران از سطیب اقصا، قرآن به زبان فارسی از قدرت الله بختیاری نژاد که هر روز راجع بهش صحبت میکنم، داستان ها و قصص قرآن همینی که الان داشتم با هاتون صحبت میکردم، مجموعه شعر هما میرفشار به نام آلاله، هم کتاب هم کاست با صدای خود شاعر، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب از آقای محمد مجزاست، کتاب بسیار تحقیقیه. میگه آنچه در این کتاب حضورتان ارمغان کرده ام به این دلیل است که گروهی از شیبتگان مصدق و جبهه ملی ها هر روز به گونه شعار میدهند به خدا مصدقی هستیم، مصدقی بوده ایم و مصدقی خواهیم مرد. این شعار در تحقیق و بررسی را به روی افراد میگشاید تا مصدق را بیشتر بشناسند. در مسائل اجتماعی اگر تحت تأثیر شعارها و احساسات قرار گیریم از دستیابی به واقعیتها دور می شویم. افراد جبهه ملی در سال 1357 خورشیدی برای سقوط سلطنت محمد رضا شاه با روحانیون متحد شده و همکاری صمیمانه‌ای داشتند که حاصل آن فقر و فلاکت ملت ایران است. به همین دلیل باید همکاری افراد جبهه ملی را خودکشی سیاسی آنها دانست.
بعد از گذشت زمان افراد جبهه ملی تصور کردند دیوار فراموشی ملت ایران بالا آمده، دوباره زیر نام مصدق می‌خواهند به مقاصد شخصی خود برسند. به همین دلیل در سال 1383 خورشیدی 125 سالگی تولد مصدق را جشن گرفتند و یا 28 مرداد هر سال را به صورت عاشورای 28 مرداد درآورده‌اند تا قیافه مظلوم گونه برای مصدق بسازند. در کتابی که حضورتون تقدیم می‌گردد سعی شده از تصویری کلی نزدیک به واقعیت‌ها از محمد مصدق نمایان گردد با آرزوی بیداری و آگاهی ملت ایران. این تعریف این کتابه. کتاب دیگه هست، 5 تا کتاب آقای شمشیری داره در مورد اینا که من دارم میگم. مصدق رو رد نمی‌کنم. مصدق جزو تاریخ ایرانه، ولی باید ببینیم چه کار کرده برای ایران. اگر دلمون میخواد، اگرم دلمون نمیخواد، همونی که همه میگن همونو گوش بدیم. قهرمان ملی، مرد بزرگ، نمیدونم هر چی دلتون میخواد، اما اگر قراره که با فکر و مغز قضاوت بکنیم، کتاب ها رو باید خوند. کتاب هایی که خود مصدق تقریر کرده باید خوند. کتاب پسرش که نوشته باید خوند. سرهنگ بزرگمهر نوشته باید خوند. همین رو باید خوند. خود ما به یک نتیجه گیری میرسیم و میتونیم بگیم که کدوم درسته کدوم غلطه. محمد رضا شاه پهلوی 3 تا کتاب نوشته: مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. پاسخ به تاریخ هم فارسیشو دارم، هم انگلیسیشو دارم. این کتاب ها رو باید خوند، ببینیم محمد رضا شاه کی بوده. ما وقتی ایران بودیم میگفتن که محمد رضا شاه قرارداد بسته با امریکا یا توفاله اتمی رو بیارن تو کویر رو چال کنن، دفن کنن. این حرفی بود که توده‌ای ها می زدن، چپی ها می زدن، فقط برای اینکه از شعور ما می خواستن استفاده نشه. ما آماده بودیم، باز از کسی دفاع نمی کنم، ما با گوش و چشممون قضاوت می کردیم و می کنیم. بایستی با مغزمون، با فکرمون، هر کسی هرچی گفت فکر کنیم بگیم چرا. و این نمیشه مگر با خوندن. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه خوزستان از رضا شاه بزرگ، ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور، خاطرات شاهپور غلام رضا، کتابی است که 2/3 تاریخه. 2/3 کتابی که شاهپور غلام رضا نوشته تاریخه. من توصیه میکنم خوندنش رو، یعنی میدونید چی گذشته. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس، اسلام شناسی از علی میرفطرس، حلاج از علی میرفطرس، کتاب تاریخ در ادبیات از علی میرفطرس و آخرین کتاب علی میرفطرس که بهترین کتابشه هستش، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق. خیلی تحقیق خوبیه. یکی دیگه از کتاب‌هایی که من خودم اینجا چاپ کردم هست خاندان نوبختی. این کتاب در سال 1311 چاپ شد، بعد در سال 1345 چاپ شد، در هر دو بار نایاب شد، آخوندها گرفتن و بین بردنش. یه دونه به دست من رسید، اینجا چاپ کردم. از اینم 200 تا چاپ کردم، هنوز 100 تاشو دارم. برای اینکه کتابخون زیاده. سوروایور خاطرات خود من متاسفانه به زبان انگلیسیه. میتونید حتی از روی اینترنت
بگیرید سروایور رضا فاضلی بزنید، چون سروایور زیاده، رضا فاضلی نویسندش بزنید میاد، میتونید از اینترنت هم بخرید، اگه خواستید پول بیشتر بدید از من بخرید. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، امیر نجات، ادیان ثلاثه نادر پیمایی، یورش تازیان و کشتار و ویرانگری دکتر حسن رهنوردی، گاتها و سروده های آسمانی زرتشت، افسانه قدیر خم، آخوندشناسی از محمد پیراسته، نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران محمد پیراسته، امیر کبیر و ایران فریدون آدمیت، محاکمه خدا داوود رمزی، اندیشه های میزاخون کرمانی، اندیشه های میزفتلی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت، و کلیات کامل عبید زاکانی. عبید رو دارم اینجا بعد کتاب رو هرچی میرم یه تیکش رو پیدا کنم براتون بخونم میبینم تلویزیونی نیست، دست نخورده است. دیروز امروز فردا جلد 1 و 2 امیر نجات و نوارهایی که من دارم اینجا، دیویدی هایی که دارم، اینا رو تونتون براتون میخونم. واریته آخوندی 1 و 2، نوروز 66، آلبرت هال لندن، فریدون فرخزاد با 8 خواننده و هنرمند، 2 تا دیویدیه، 14 تا سیدی مال هومر آبرامیانه، 8 تا سیدی باز مال عمر آبرامیانه، آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه با افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری، سیدی ها سعید ضحاک ماردوش از سعیدی سیرجانی، سیمای دوزن از سعیدی سیرجانی، افسانه ها از سعیدی سیرجانی، چرند و پرند از علی اکبر دهخدا، سیدی باز در ایران ساختم، در لندن ساختم به نام آنچه خود داشت ایران در دوران گذشته، فروهر طلا و نقره، یعنی آب طلا و نقره، آینه مسعود اسداللهی شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب کاریس از دکتر سایدی دیدنی واقعا، ایرج میرزا، سنجاق سینه شیر خورشید، زمان داره تموم میشه، بله تمومم شده. خلاصه دوستان اینا رو روزهای جمعه من صحبت میکنم، روزهای یک شنبه هم این برنامه رو دوباره بازپخش میکنن. شما اگر بخرید روی هر کدوم اینا یک استفادهی داره که من اینا رو میذارم آخر ماه برای مخارج این کار. برای خودم چیزی نمیخوام، برای خودم فقط حمالیش میمونه. مزدی که من میگیرم موقعیش که من مردم، موقعیش که همینجور که من از کسروی یاد میکنم شخصی میاد از من یاد میکنه که این آدم تابوی اسلام رو شکست، هرچی دلش خواست گفت و سنگ نشد، نه الله سنگش کرد، نه محمد، نه حسین، نه حسن، نه علی، نه هیچ. امیدوارم که این خرد همگانی بتونه من و شما رو از این هیولا و اختاپوس اسلام نجات بده. تا فردا صبح، یعنی تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.